عناوین اصلی: اولین واکنش اوکراین به سقوط شهر بهله‌دار. حمله روسیه به محل استقرار نیروها و ذخایر اصلی اوکراین در سومی. پهپادهای اوکراینی به فرودگاه روسیه در استان ورونژ حمله کردند. دبیر کل جدید ناتو در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد کیف شد. روسیه: رویاروی امروز ما با غرب در تاریخ بی‌نظیر است. و بلینکن: ایران در روسیه کارخانه تولید پهپاد ساخته است. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی. به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. ژنرال الکساندر سیرسکی، فرمانده نیروهای مسلح اوکراین، امروز پنجشنبه، یک روز پس از اعلام عقب نشینی نیروهای کیف از شهر مهم و کلیدی بهله‌دار، دستور تقویت نیروهای دفاعی در شرق منطقه دونسک را صادر کرد. علیرغم تهاجم غافلگیرانه کیف به منطقه کورسک در غرب روسیه در ماه اوت که امید می‌رفت این پیشروی‌ها را کند کند، نیروهای روسی به طور پیوسته در بخش‌های مختلف در شرق اوکراین در حال پیشروی هستند. الکساندر سیرسکی در رسانه‌های اجتماعی گفت که در حال کار بر روی یکی از داغ‌ترین بخش‌های جبهه جنگ با تیپ 21 هوابرد سیچسلاو است. او جزئیاتی در مورد مکان دقیق جبهه مورد نظرش ارائه نکرد، اما این تیپ فعلا در جبهه پوکروفسک، منطقه‌ای که حملات روسیه تشدید شده است، فعالیت می‌کند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که ارتش روسیه به محل استقرار نیروهای مسلح اوکراین در منطقه سومی اوکراین که ذخایر اصلی برای حملات به استان کورسک روسیه در آنجا قرار دارد حمله کرده است. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که بیش از 30 شبه نظامی اوکراین در اطراف سومی در اثر این حمله کشته شدند. رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که پهپادهای اوکراین شبانه به فرودگاه نظامی بوریس و گلیبسک در استان ورونژ روسیه حمله کردند که موفقیت آمیز بوده است. وزارت دفاع روسیه پیش از این اعلام کرده بود که پدافند هوایی این کشور 113 پهپاد اوکراینی را در شبانه روز گذشته منهدم کرده است که 25 فروند از آنها بر فراز استان ورونژ سرنگون شده است. به گفته رسانه‌های اوکراینی، فرودگاهی که به آن حمله شده است، در آن انبارهای حاوی بمب‌های هوایی هدایت شونده، آشیانه‌هایی با هواپیماهای سوخو 35 و سوخو 34 و تأسیسات ذخیره سوخت هواپیما قرار داشت. کنستانتین اسپینو، سخنگوی وزارت دفاع رومانی، امروز پنجشنبه تایید کرد که اوکراین یک سیستم دفاع هوایی پاتریوت را از بخارست دریافت کرده است. مارک روته، دبیر کل جدید ناتو، در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد کیف شد. روته در یک کنفرانس مطبوعاتی با ولادیمیر زلنسکی در کیف بار دیگر تایید کرد که مسیر اوکراین به سمت ناتو بازگشت ناپذیر است. زلنسکی هم گفت: اکنون ما روی دعوت از اوکراین برای پیوستن به ائتلاف ناتو متمرکز هستیم. این گام بسیار مهمی است. دستیابی به آن دشوار است، اما ما روی نتیجه متمرکز هستیم. ما هر کاری برای به دست آوردن آن انجام خواهیم داد. روسیه: رویاروی امروز ما با غرب در تاریخ بی‌نظیر است. سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، امروز پنجشنبه در پاسخ به سوالی درباره مقایسه جنگ اوکراین با بحران موشکی کوبا در سال 1962 گفت: رویاروی کنونی بین روسیه و غرب بر سر اوکراین در تاریخ بی‌نظیر است و در گذشته مشابهی ندارد و یک اشتباه میتواند منجر به فاجعه شود. خطر درگیری مسلحانه بین قدرت‌های هسته‌ای را نباید دست کم گرفت. او گفت: ما در قلمروی نظامی و سیاسی ناشناخته‌ای حرکت می‌کنیم که یک اشتباه در مقطع کنونی می‌تواند فاجعه به همراه داشته باشد. او این سوال را مطرح کرد که آیا کشورهای غربی می‌توانند عواقب مسیری که در پیش گرفتن را به طور معقولی ارزیابی کنند؟ و بلینکن: ایران در روسیه کارخانه تولید پهپاد ساخته است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در مقاله‌ای در فارن افرز نوشت: فشارهای دیپلماتیک را افزایش دادیم و قدرت نظامی خود را برای بازدارندگی و محدود کردن تهران و پیونگیانگ تقویت کرده ایم. بخش‌های مهم مقاله او به این شرح است: خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای عامل آزاد شدن برنامه هسته‌ای تهران بود. خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای امنیت ایالات متحده و شرکایش را تضعیف کرد. ایران کارخانه تولید پهپاد در روسیه ساخته و صدها موشک بالستیک به مسکو ارسال کرده است. روسیه حمایت نظامی و فنی خود از ایران را افزایش داده و مذاکرات برای یک شراکت استراتژیک را تسریع کردند. روسیه که یک شریک نزدیک به اسرائیل بود، حالا به تقویت روابط خود با حماس پس از 7 اکتبر روی آورده است.
بلینکن نوشت که دولت بایدن در تلاش است تا به یک راه حل دیپلماتیک دست یابد که اسرائیل و لبنان بتوانند در امنیت زندگی کنند. ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو رو لایک فرمایید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.